دوستان گرانقدر به درس روزی 22 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های روز قبلی ما شما روی ایجاد کردن یا جور کردن پرچیز آردر به وندرهای خود صحبت کردیم. امروز ما شما روی ریسیو انونتری صحبت میکنیم. اگر ما شما در مینوی وندرز بیاییم در اینجا یک کماند است همراه ما شما Receive Item and Enter Bill. وقتی که ما شما به وندر خود پرچیز آردر کنیم، بعد از او وقتی که وندر برای ما امو آیتم یا انوینتری یا مجنس برای ما روان میکنه، در صورتی که امرای اونمو آیتم بل باشه، باز ما شما اینی کماند انتخاب میکنیم که Receive Item and Enter Bill. و اگر در صورتی که ما آیتم ریسیف کردیم امرایش بل نباشه، باز ما شما روی کماندی ریسیف آیتم کلیک میکنیم. به این معنی که ما تنها آیتم ریسیف کردیم و امرایش بل وجود نداره. وقتی که بعدن باز بل از او آیتم برای ما رسید و او را شما میخواین در برنامه کویک بوکس برسانین، باز میایم به خاطر از او انتر بل فور ریسیو آیتم. یعنی هدف ما ایست که اینمی انتر بل فور ریسیو آیتم با اینمی ریسیو آیتم یک جای کار میکنه، چون در اینجا که است ریسیو آیتم این انتر بل اردویش یک جای است. به این معنی که آیتم ریسیو کردی امرایش یک بلم برت روان کده بود، انوایس روان کده بود، او را شما در کویک بوکس میرسانین، باید اینی کماند انتخاب کنیم. و اگر جدا جدا باشه، آیتم تنها روان کرد بعد از او تنها بل روان کرد، باز شما از می دو کماند استفاده میکنیم. خب حالی چی میکنیم؟ ما شما از می کماند استفاده میکنیم که آیتم برای ما آورد که ما پرچیز آردر کده بودیم برش، امرایش برای ما یک انوایس که به نام بل یاد میشه اونمورم برای ما چی کده؟ روان کده. پس ما میایم روی ریسیو آیتم ان انتر بل کلیک میکنیم. وقتی که ایره کلیک کردین، اولین کاری که میکنین شما دهی قسمت نام وندر انتخاب میکنین که ای بلی که آیتم که شما ریسیو کردین، صحیح است، اینونتری را که شما ریسیو کردین و او را میخواین در برنامه کویک بوکس شما او را انتر بل کنین، از کدام مشتری شما ریسیو کردین، به کدام مشتری، از کدام مشتری ای را ریسیو کردین و برتن روان کردین. ما میگم که امی وندر ما که بنام پاور لینک یاد میشه، وندر داخلی ما است که واحد پولی که با یو اکسچنج میشه، واحد پولی افغانستان. اینمی نفر برای ما چی کرد؟ از امی آیتم روان کرد، از این نفر ما آیتم ریسیو کرد. وقتی که روی ازی کلیک کنین، کویک بوک برای ما یک پیام میده و در این پیام برای ما میگه بیادر Open purchase order exists for this vendor. Do you want to receive against one or more of these orders؟ میگه آیا میخوایی که اونو پرچیز آردرهایی که تو به اینمی وندر تو انجام دادی یا سب کردی اونمو را برد باز کنیم؟ آیا اینمی آیتمی که تو ریسیف میکنی یا ریسیف کردی به اساس کدام پرچیز آردر است؟ تو برزو پرچیز آردر کده بودی و اونمو آیتم ها که در پرچیز آردر بود اونمو را ریسیف کردی؟ اگر یس کلیک کردی، تعداد مو آردرهایی که ما به اینمی وندر ما که به نام پاور لینک یاد میشه اونمو را برای ما باز میکنه. اگر نو گفتی، به این معنی که نه، ما برزی نفر کدام پرچیز آردر نکردیم و آیتم بدون پرچیز آردر ریسیو کردیم، زنگ زده بودم بر شما تو آیتم برای ما آمد، آل بلش هم امرایش هست، اونمو رو میخواییم در برنامه کویک بوکس انتر کنیم، آیتم ریسیو کردیم و بلش انتر میکنیم، باز نو انتخاب میکنیم. ما میگم نه، بلی ما برای ازو یک پرچیز آردر کده بودم و آیتمی که ریسیو کردیم به اساس اونمو پرچیز آردر است، بعد ازو یس انتخاب میکنیم. یس که انتخاب کردی، یک صفحه دیگه باز میشه برای ما در اونجا لیست آردرهایی که به اینمی وندر ما ثبت کردیم یا به وندر کردیم او را برای ما چه میکنه؟ نشان میده. برای ما میگه به اینمی تاریخ 15 ماه سپتامبر 2020 تو یک آردر کده بودی و آردر نمبر یک است. اینمیست یا کدام آردر دیگه است؟ میگم بله اینمیست. اوکی کلیک کردم. وقتی که اوکی کلیک کردی، تمام هیستوری زوره در اینجا میاره. برای ما میگه تو برزی بهدر بیتری دو مدل از بیتری که یکی 6D602 است، یکی D1415 است، ایر آردر کده بودی، به مشکل دو دانه چارجر است و به مشکل دو دانه اسکرین آردر کده بودی. تعدادش هم که است 5 دانه است. قیمت هایش هم برای ما نشان میده، مجموع قیمتش هم برای ما نشان میده و مجموع برای ما در اینجا میگه که اماونت دو اگر تو ایر ریسیو کردی سر تو اینقدر پیسه میشه، 3500 افغانی میشه. و ایره که تو ریسیو کردی به کدام تاریخ تو ریسیو کردی آیتم؟ اینجا تاریخ امروز 20 گرفتم. ما میگیم ایره ما ریسیو کردم به تاریخ چند؟ به تاریخ 25 ایره ریسیو کردن، امروز ریسیو کردم. میبینی اینجا تاریخ امروز انتخاب کردم، بل که ریسیو کردم، بل دو
ای پول باید با کدام تاریخ تا کدام تاریخ تو باید برازی پرداخت کن. دینج سل کن برای ما چی انتخاب کده؟ مای دوم تاریخ دی 2020 به خاطر ازی که وقتی که ما این می وندر رو جور میکردم به نام پاور لینک دو اونجا ما انتخاب کردم که وقتی که از این نفر ما چیزی رو میگیرم باید ویتن یک ماه 30 روز که است ما بر از اون نفر باید چی کنیم 15 روز ببخشید ویتن 15 روز که است ما بر از این نفر باید پول پرداخت کنیم. به مو خاطر تفاوت بین اینمی تاریخ و اینمی تاریخ 15 روز است. اینجا تاریخ 25 است مای نوم است و اینجا تاریخ مای دوم تاریخ 10 است. به این معنی که تفاوت بین ازی و ازی چند است 15 روز است. و در اونجا ما گفته بودیم که باید در مابین 15 روز برای ما چی کنه پول پرداخت کنه. بر صورت اونمو بل نمبر یا اینوایس نمبر شما میتونید دیجه نوشته کنید. من نوشته کردم که مثلا INV نمبر نوشته میکنم بعد از نوشته میکنم 10-20 ای نمبر امو انوایس نمبر یا بل نمبر است که برای ما اونم وندر ما روان کرده چون به خاطر ازی که در اینجا هم بل آمده هم انوینتری آمده به مخاطر رفرنس نمبرش اونم بل نمبر نوشته میکنم شما. بعد از او اینجا سل کنین اینمی تاریخه که ما گفتم به اساس اسمی ترمز که ما قدیمی ویندر داشتیم که در 15 روز باید پول ما چی کنیم پرداخت کنیم و این تاریخ ها تفاوتش هم که میتر به اساس زمین میتر. اگر ایره ما و شما مثلا 30 روز انتخاب کنیم ایجا ببینی تاریخ هم تغییر میکنه. اینجا برای ما میگه بل دو تا این تاریخ باید توی پول پرزی پرداخت کنیم. ما پس چی کردم 15 روز انتخاب کردم گفتم 15 روز صحیح است پس این تغییر کرد. اگر کدام دیسکاونت چیز را داده باشه بر قدش کپ زده باشی صحبت کرده باشی خود این جمعیت تانوز چیز صحبت نکردیم روی دیسکاونت بعدا ما شما صحبت میکنیم. در میمو میتونی چیز معلومات نوشته کنی مثلا نوشته میکنیم که item received and bill entered. item received کردیم و بلم چی کردیم برنامه QuickBooks enter کردیم. خب شما میتونین که اینمی کانتیتی را اگر بر شما کم روان کرده ما آرڈر کرده بودیم 5 دانه ازی را اینا روان کرد برای ما 3 دانه ازی را بخاطر ازی که شاید پیش از او قدر چیزها را که ما آرڈر کرده باشم پیش از او نباشه. بازور در مثال بعدی ما شما کپ میزنیم که اگر جنس که ما آرڈر کرده بودیم آیتم او را تکمیل روان نکرده باشه او را چه قسم ما شما پروسس میکنیم. سایستا اگر داریک میخواستی امی پارچیز آردر که تو برای زی نفر انجام داده بودی یا ثبت کرده بودی یا روان کرده بودی او را ببینی شو پارچیز آردر را کلیک کن اونم پارچیز آردر که سابق ما شما در تاریخ 15 روان کرده بودی برای زی نمبر اد نفر اینمی را برای ما نشان میده. سعی شد بعد از او وقتی که این معلومات شما درش کردین ثبت کردین معلومات مکمل ثبت شد بعد از او فقط سیو این کلوز ما میگیم. اینجا باز اکسچنجری را بخاطر ازی آف است که ما واحد پولی با این مشتری چیست افغانی است. اگر دلار انتخاب کنم باز دیجه اکسچنجری چی میشه فعال میشه. بعد از ما سیو این کلوز میگم وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم یس انتخاب میکنیم اینجا بخاطر ازی که ترمز ما یک چیزی تغییرات آوردیم ایره به مخاطر پیام بریم امیتا میگیم یس یس که انتخاب کردیم. ببینین اگر ما شما بیایم در کدام جای در وندر سنتر بیایم روی اینمی پاور لینک کلیک کنیم در هیستوری ازی یک ریکارد دیگه جور شده اضافه شده یک ترانزکشن دیگه صرف اضافه شده کیو چیستا از بل است و انوایس نمبر ازی چند است اینمی است و ای به کدام تاریخ شده در تاریخ 25 و ای اکاونت کی با اون لینک شده چیست اکاونت پیبل است چقدر پول است 3500 افغانی و ای پول کس بالای ما شما پیبل است. چرا پیبل است؟ به خاطر ازی که جنس آیتم اینوینتری را ما ریسیف کردیم وقتی که ریسیف کردیم بل ممرایش بود تو باید پول چی کنی برای زو پرداخت کنی. این حالی اگر ما شما بریم در مقابل ازی که ما شما قرضدار شدیم 3500 افغانی باید اینوینتری آیتم ما شما هم اضافه شده باشه. اگر ما بیایم در کدام جایی در اینوینتری بیایم برای زو روی فیزیکل اینوینتری ورشیت کلیک کنیم در اینجا شما ببینین در اینجا اگر ببینین اونی چیزها را که ما شما ما خود ما آرڈر کرده بودیم اینا دل بیتری که هست 5 دانه از این مدل 5 دانه از این مدل اضافه شده به مشکل چارجر 5 دانه از این 5 دانه اضافه شده به مشکل سکرینش هم 5 دانه چی شده اضافه شده همراه ما شما. و اگر ما بریم ده اینجا هم قرضداری ما را نشان میده که این پول که هست ما روز اول که وقتی که وندر را جور میکردم برتون گفتم پولی که ده اینجا برای ما نشان داده میشه اگر مثبت باشه به با این مانا که بالای ما شما اکاونت پیبل است و به می وندر ما که نامش ده ذکر شده بر از او اکاونت ریسیوبل است او باید ریسیو کنه ما شما باید پی
کلیک کنیم میره و اگر ما شما بدون ازو بریم در کمپانی اسنپ شات کلیک کنیم در اینجا برای ما نشون میده که اکاونت پیبل تو پولی که بالای تو از مردم قرض است چقدر است 3500 افغانی و پولی که ما شما بالای دیگرها قرض داریم اگر با دلار باشه اگر با افغانی باشه فعلا وجود نداره صفر است یعنی اکاونت پیبل و اکاونت ریسیول صرف اکاونت ریسیول ما صفر است و اکاونت پیبل ما با یو اس دلار که است هم صفر است اکاونت پیبل ما با افغانی که است چقدر است 3500 افغانی است دیگه ای بود دوستا طریقی ریسیف کردن اینوینتری یا آیتم در صورتی که امرایشان بل باشه وقتی که اینوینتری ما شما به اساس پرچیز آرڈر ریسیف میکنیم و امرایش بل باشه به این طریق شما چی میکنی او را در برنامه کویک بوکس میرسانید